آقای لودین، سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. تشکر. آیا بازی جدید صلح بریتانیایی آغاز شده فکر میکنن؟ من نمیدونم چقدر جدید است. البته از محتوای صحبتهایی که انجام شده هنوز بسیار زود است درک بکنیم، به خاطر که ما نمیدانیم صحبت بالای چی است. اما بریتانیا همیشه در روند صلح افغانستان دخیل بوده، کمتر در سالهای اخیر، اما در سالهای گذشته خصوصا در قسمت همکاری افغانستان و پاکستان، اونا با توجه به نفوذی که دارن در پاکستان و به خصوص رابطه نزدیکی که بین اردوی پاکستان و اردوی بریتانیا وجود داره، اونا تلاش کردن که زمینه صحبت ها را میسر بسازن و میزبانی بکنن. چندین بار در سطوح مختلف این تلاش ها شده. بنان من فکر نمی کنم که در نفس خود و حتی در شکل هم قدم نو باشه. اما ای که بعد از یک چند مدت که بریتانیا دخیل نبود و البته ایالات متحده امریکا تقریبا هم رهبری و هم پیشبرد روند صلح را تقریبا انحصاری به پیش می برد، حالا کشورهای دیگه که نقش بازی میکنن و بریتانیا هم یکی از اونها است، و بخصوص با در که از این که پاکستان در مرحله که فعلا ما قرار داریم و روند صلح به یک مانع برخورده و تصور میشه که طالبان بالاخره کلید باز کردن مجدد دروازه مذاکرات را دارن و پاکستان یگانه کشور است که نفوذ داره بالای طالبان، بنا نقش بریتانیا با اهمیت شده میره. بله درست که همین جای پرسش دارد در این مقطع زمانی، و یک شمار میپرسند که جنرال نیکولاس کارتر کی است. میدانیم از او به عنوان طراح برگشت بریتانیا به بازی بزرگ یاد میشه، از او به عنوان مبتکر استراتژی جدید در چوکات بریتانیای گلوبال یاد میشه. مردم میپرسه که آیا او یک بار دیگر متوجه جایگاه افغانستان در بازی بزرگ آسیای میانه شده؟ آیا او در تلاش بازگشت بریتانیا به این بازی است در یک سطح کلانتر؟ ما یک مقدار اکثرا بیشتر از اینکه به تفصیل و محتوای صحبت ها بریم، اکثرا تحلیل های بزرگ که انجام میشه و شاید هم زیاد دقیق نباشه پی از اونها میریم. چیزی که در مورد نیک کارتر علاوه بر موضوعات را که شما مطرح کردین، من میفهمم او ای است که نیک کارتر یک رابطه بسیار نزدیک داره با قمر جاوید بجوا که لوی درستیز پاکستان است. از طرف دیگه نیک کارتر با رئیس جمهور افغانستان دکتر اشرف غنی رابطه خوب داره، رابطه نزدیک داره از زمانی که نیک کارتر در افغانستان مسئول بود و رئیس جمهور فعلی در او وقتش روند انتقال را پیش می برد، رهبری می کرد. از اون زمانی که دیگر هم نشناسند. بنان ای هم از امکان دور نیست که این فقط بیشتر به اساس شناخت‌های شخصی انجام شده باشه، و البته نیک کارتر در این حال کسی هم از شناخت داره که مزیش دارم که افغانستان را دوست داره همیشه، البته گفته که خاطرات خوش داره و اگر در روند صلح بتانه نقش را بازی بکنه همیشه گفته. بنان امکان من تصور میکنم که این بیشتر به این هدف انجام شده که از نفوذ خود بتانه آقای نیک کارتر استفاده کرده پاکستان را قانع بسازه که در وضعیت امروزی از یک طرف تشویق کردن طالبان به خاطر از این که روند صلح را کنفرانسی که قرار است در استانبول انجام شه او را قبول بکنن اونجا برن، و از طرف دیگه فکر میکنم امکان از این را که راه حل، چون در این اواخر شما شاهد هستین در هفته‌های اخیر
بحث یک مقدار طرف از این روان است که آیا رای حل صلح‌آمیز بالاخره برای همه مورد قبول است، آیا امکان جنگ هم به عنوان یک رای حل مطرح است و طالبان چقدر متعهد هستند به جنگ به عنوان یک راهکار و یا ای که به صلح به روند صلح تعهد واقعی دارند. در چنین وضعیت اقدام از این قبیل البته ارزش خود داره و هر کشوری که من مطمئن هستم بریتانیا از جمله کشورهای چندین کشور است که نفوذ خاص را دارا می باشه و اگر از این استفاده کرده آقای بجوار کابل آورده دیگه کار خوب است. اما بازم هم قسمی که گفتم هنوز محتوای صحبت هایی که انجام شده معلوم نیست. درست، ولی همونطور که میدانم آقای لودین که این نقطه آغاز تلاش بریتانیا نیست، همونطور که شما تاکید کردین، و این نوع ملاقات و این محتوا هم سومین از نوع خودش، دیدار بحرین مارچ 2021، دیدار کابل، مقام های ارشد امنیتی افغانستان پاکستان با حضور بریتانیا خود جای پرسش داره. برخی منابع حالا میگن که توافق امنیتی افغانستان پاکستان در راه است. از جانب دیگر تحلیل های جهانی است که آقای کارتر مشکل افغانستان در خط مذاکره بین افغانی نمیدانه، او مشکل افغانستان را به توافق نهادهای نظامی افغانستان پاکستان وابسته میدانه. فکر میکنین چی چیزی در راه است؟ یک مقدار واقعیت هم داره، دور از واقعیت نیست که خصوصا با درک از اینکه اردوی پاکستان کنترل سیاست خارجی پاکستان را به خصوص در قبال افغانستان و مسائل عمده دیگه سیاست خارجی از جمله رابطهشان با هند در دست داره و تعیین کننده خط سیاست پاکستان در این مورد بوده در گذشته، امروز هم با یک واقعیت یک راز پنهان نیست و یک واقعیت برای همه معلوم است. بنابراین اگر و خود آقای کارتر هم طبعا یک آدم یک شخص نظامی است، افغانستان را هم میشناسد، چندین سال در افغانستان گذشتانده، رابطه خوب با رهبری افغانستان هم داره، مرتبه که پیشتر عرض کردم. بنابراین این امکان داره که جزء قدم های بعدی هم در گذشته که انجام شده دقیقا به می هدف بوده تا جایی که البته من خبر دارم. درست. امروز ما تصور ما ای است که دیدار بیشتر آغاز صفحه آغاز فصل جدید نیست. ما تصور ما ای است که تلاش است، شاید هم تلاش یکی از تلاش های معدوده که مانده و هنوز انجام نشده، یکیش هم همی بوده که بالاخره طالبان دوباره معلوم شود تعهدشان بروند صلح، معلوم شود که پاکستان تا چه اندازه واقعا بالای طالبان فشار وارد کردند. پاکستان در هفته های اخیر شما در جریان هستین، حرفشانی بود که اونا طالبان را جدا تشویق و ترغیب کردند تا روند استانبول را یا کنفرانس استانبول را اونا بایکات نکنن و برن و در او اشتراک بکنن، اما طالبان را رغم از اون کار کردن. اما سوال در این بود که چون با توجه به اینکه پاکستان همیشه را برخورد دوگانه داشته، از یک طرف تعهد را به روند صلح و همکاری با روند صلح را یاد می کردن، اما از طرف دیگر رابطه خود را با طالبان کماکان ادامه می دادن از چینل های دیگر، بنابراین این فقط به هدف از این فکر کنم ما ضرورت داریم به نشست های مثل از این که معلوم شود که پاکستان واقعا می خواهد که طالبان در روند صلح پابند باشند و یا ای که پاکستان در خط دیگه که عبارت از راه حل نظامی و بالاخره تصوری که طالبان داره نی است که بالاخره بعد از خروج آمریکا اونا میتونن از راه حل نظامی به قدرت برسن. این درک را باید بدانیم که چقدر این درک فقط مربوط چند رهبر طالب است و یا ای که سیاست است که پاکستان هم عمیقاً باورمند به این روند است و این را هم باید بدانیم که خب کشورهای دیگه که بالای پاکستان نفوذ دارن و با پاکستان رابطه دارن و در این حال در افغانستان هم دخیل بودن مثل بریتانیا، اینا بالاخره در کجا قرار میگیرن؟ اگر قرار است که پاکستان در متحد به راه حل نظامی باشه و طرفدار پیروزی نظامی طالبان باشه،
آیا او کشوران به این موضوع امرای پاکستان استاد هستند و اگر نیستند اینا بالاخره چی میکنند؟ در این هفته ها اصل محتوای صحبت در اینجاست. گپای کلانتره که بالاخره چی شکل میگیره، استراتژی کلان چی است اینا، خب ببینیم که بالاخره چی است. اما برای ما مهمترین حرف فقط حرف ازی است که آیا طالبان بالاخره و پاکستان بر راه حل سیاسی بر روند صلح قسمی که فعلا مطرح است تا یه حد پیش رفته پابند است و یا ای که بالاخره در برملا میگن که اینا پابند هستند اما در خفا سیاست دیگر را پیش میبرن. درست. بخوای لودین، همونطور که شما گفتن، خب نفوذ بریتانیا بالای پاکستان بدون شک انکار شدنی نیست، ولی بریتانیا همیشه کشوری بوده که همیشه و منظم در کنار پاکستان قرار داشته. حالا مردم میپرسه که تلاش بریتانیا به راستی به نفع سلطه افغانستان است؟ قسمی که گفتم اگر قرار است نتیجه ای باشه که پاکستان قناعت داده شود که دنیا به شمول کشورهایی که پاکستان با اونا رابطه نزدیک دارن از جمله کشور بریتانیا، اینا قبول نخواهند کرد که پاکستان در عقب طالب قرار داشته و اونا را به در عقب سیاستشان برای بازگرفتن قدرت از رای نظامی باشد. در اون مورد اگر این کشورها به پاکستان واضح بگویند که این قابل قبول نیست، من تا حد درک میکنم که شاید پاکستان یک مقدار در سیاست خود تغییر بیاره. اما خب واقعیت دیگه از طرف ای است که امروز بیشترین کشوری که نفع میبره از وضعیت امروزی و تقریبا سیاستش پیاده شده رئیس در چوکات پروسه صلح در افغانستان و کشور پاکستان است. و پاکستان از طرف دیگه ایران ثابت ساخته در 20 سال گذشته که قدرت از ایره داره که بر کشورها، بر کشورهای بزرگ دنیا از جمله چه آمریکا بوده، چه انگلستان بوده، چه دیگه کشورها با اونا یک چیز گفته و در عمل چیز دیگری را انجام داده. من فقط خب انجام تلاش ها را من مفید میدانم، اما ای که بالاخره چی نتیجه خواهد داشت و یا اینقدر جدی خواهد بود که منتج به تغییر سیاست در پاکستان شود، این را متاسفانه بگویم با تجربه 20 ساله که ما داریم زیاد ما امیدوار نیستم. درست. باقای لودین، همونطور که میدانم باقای غنی چند روز پیش، البته حدود بیشتر از یک هفته پیش، در اظهاراتش گفت که روز تصمیم به پاکستان است و پاکستان بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان تجرید میشه. ولی حال وقتی ما در اعلامیه ISPR یا اداره اطلاعاتی اردوی پاکستان میبینیم از جنرال باجوه برای بحث و گفتگوی پرمحتوایش تشکر میکنه، از نقش صمیمانه و مثبت پاکستان در روند صلح قدردانی میکنه. چطور اینا رو جمع کنیم؟ خب ببینیم، یک مقدار ضعف که البته در پروی ظروفای دیگه که ما شما متاسفانه میبینیم در افغانستان، یکیش هم همی است که ما چون ابتکار عمل را در میدان سیاست به خصوص در چارچوب روند صلح ما عملا از دست دادیم. افغان ها امروز مطرح نیستن، نه در روند صلح به اون شکل که باید میبودیم و نه هم در جلوگیری از امکان جنگ به مراتب بزرگتر. چون ما او ابتکار از دست دادیم، ما پای اعلامیه ها و حرفای خرد و بزرگ میریم و او به نظر ما فایده نداره. ما متاسفانه چیزی را که رهبرای ما باید درک کنن این است که یک مقدار واقعیت ها را به مردم خود باید بگوییم و او واقعیت تلخ همی است که امروز ما بالاخره یا ملت خود را بسیج می سازیم برای یک جنگ دیگه و یا ای که رای خوبتر می است که از این فرصت صلح که پیش آمده چه علی‌رغم کوتاهی‌هایی که داره ای از این یک استفاده بکنیم و یک صلح واقعی را به افغانستان برگردانیم. درست. ما عوض از این که ما توجه بکنیم روی ضرورت‌های از اون
ما این که امروز این حرفا را بزنیم و بعد روز دیگه او تغییر بکنه، راستی هم یک مقدار یک دلیل که خود اعتبار منطقه‌ای دولت افغانستان امروز یک مقدار ضعیف است، تا حد هم نتیجه اعلامیه‌ای از این قبیل است. آقای جاوید لودین، معین سیاسی پیشین وزارت امور خارجه افغانستان، تشکر از حضورتان در برنامه و تشکر از بیننده های فراخبر. شبتان بخیر.